میخوام یه ویدیو ببینیم از آقای لری سامرز، مدیر سابق خزانه‌داری آمریکا، در مورد اقتصاد و اقداماتی که داخل اقتصاد انجام شده و نظر ایشون رو در مورد این مورد بشنویم. لری، ما در مورد فدرال رزرو صحبت کردیم و بحث زیادی در مورد سیاست اقتصادی مطرحه. به عنوان کسی که سیاست اقتصادی رو تنظیم کرده، درباره بلا تکلیفی های پاندمی در آینده، رکود اقتصادی فعلی و بی‌عدالتی های اجتماعی موجود، به ما بگو در مورد یه سیاست اقتصادی چطور به جمع‌بندی میرسی؟ خب به نظر من، فکر میکنم در طول بحران مکزیک 25 سال پیش رئیس جمهور سیدی یا چیزی گفت که میشه توی خاطرم باقی مونده. اون گفت بازارها بیش از حد واکنش نشون میدن و همین دلیل باید سیاست ها هم بیش از حد واکنش نشون بدن. بنابراین من فکر میکنم خطاها به احتمال زیاد وقتی به وجود میاد که ما به اندازه کافی جسورانه عمل نمی کنیم، نه اینکه بیش از حد جسورانه رفتار کنیم. من فکر میکنم ما نیاز به یه مجموعه جسورانه از اقدامات رشد فراگیر داریم. الان وقت اون نیست که فکر و تمرکز خودمون رو معطوف یه برنامه ریاضتی کنیم. الان وقت اون نیست که نگران زیاد روی های فعالیت های دولت نباشیم. الان زمان اونه که ما اول تا اونجا که میتونیم هر کاری که میشه رو برای پشت سر گذاشتن بحران کووید 19 انجام بدیم. ما نیاز داریم که سرمایه‌گذاری های بسیار بیشتری در زمینه آزمایش و ردیابی ناقلانه این بیماری انجام بدیم تا بتونیم مثل کشورهای اروپایی عملکرد بهتری از خودمون نشون بدیم، تا اینکه به عملکرد بدمون ادامه بدیم. دوم، ما باید به برنامه تهاجمی دولتی متمرکز بشیم که بتونه پسندازهای خصوصی مازاد و رکود متعاقب اون و نرخ بهره پایین که به عنوان اصلی ترین مشکل کلان اقتصادی ما مطرح رو جذب کنه و این کارو با اقداماتی که اساساً از نظر اجتماعی مهم هستن انجام بدیم و مردم رو مشغول به بازسازی مملکت و زیرساخت‌ها کنیم. کارایی نظام آموزشیمون رو بالا ببریم و منابع کافی رو برای اون تامین کنیم و همچنین سرمایه ها رو به سمت بیرون نخترین بخش کشورمون هدایت کنیم. این ایده وجود داره که به نوعی نمیتونیم بدون آسیب رسوندن به کسب و کار عدالت رو ارتقا بدیم، ولی من فکر میکنم دقیقا خلاف این موضوع صحیحه و من فکر میکنم رهبرای روشن فکر کسب و کار به طور فزاینده ای تصدیق میکنن که اگه ما اقداماتی برای ارتقای عدالت در جامعه انجام ندیم، همه چیز در آینده در هم میشکنه و رو به سمت نابودی میره. خب دیدیم صحبت های آقای لری سامرز رو، ایشون اعتقاد داشت با توجه به اینکه اقدامات خیلی زیادی هم این چند وقت توسط بانک‌های مرکزی دنیا انجام شده بر مقابله حالا با بحران و رکود و البته خب ویروس و کرونا و اثراتش، اما خب اقتصاد خیلی مهمتره و نیازمند اینه که ما یه مقدار از محافظه‌کاری دست برداریم و اقدامات جدی‌تری رو انجام بدیم.